شما هستیم در بخش باغداری و آقای اکبر رستمی مهمان ما هستند، سخنگوی وزارت زراعت، و امروز در رابطه با تولیدات میوه افغانستان صحبت میکنیم و ای که نظر به سالهای قبل چه تغییراتی آمده. هرچند وضعیت میوه افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته از لحاظ کمی و کیفی بهبود یافته، اما هنوزم باغدارای ما شکایتهایی میکنن و از نبود سردخانه ها شکایت میکنن، از نبود بازارهای داخلی میگن. امروز آقای رستمی را دعوت کردیم تا روی این مسائل همراهشون صحبت کنیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح شما. جناب رستمی صاحب بسیار خوش آمدید. بین از فصل میوه هست صحبت میخواهیم داشته باشیم که در حال حاضر میوه کدام ولایت ما رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم و همکاران تکنیکی، وقت شما خوش. سلامت. البته متفاوت است، میوه های اکثریت ولایت ها در مقطع کنونی رسیده خوشبختانه. چیزی که زیاد در روزها اما تولیدات بیشتر نسبت به سالهای گذشته داشته و به همه شهر کابل مارکت ها و در این زمان دیگر شهرها را گرفته تربوز فرا است. و خوشبختانه امسال 40% نسبت به سال گذشته تولیدات تربوز در ولایت فرا افزایش یافته و اتفاقا با بها و قیمت خوبی هم در بازار کابل به فروش میرسه. در این زمان یک تعداد میوه های زودرسی که وزارت زراعت در مرکز و ولایت روی زود تحقیق کرده و کار کرده هم نتیجه خوبی داده و فعلا به بازار عرضه شده. به طور مثال شفتالوی زودرس کندوز، ننگرهار، لغمان، کابل و سایر ولایت ها. مهمتر از همه ما در این مقطع فصل که تقریبا 1.5 تا 2 ماه فاصله از پخته شدن انگور داریم، یک نوع ورایتی را در لغمان که زودرس است ما کار کردیم که خوشبختانه امسال سال اول حاصلاتش است و تقریبا 2 هفته پیش انگور ولایت لغمان پخته شده و میتونه با بهای خوب با قیمت خوب با مارکت عرضه شود. در این زمان ما تقریبا 3 روز قبل یک نمایشگاه داشتیم که در این نمایشگاه 5 نوع میوه را به نمایش گذاشته بودیم: زردالو، گیلاس، توت زمینی، در این زمان شفتالو و انگور که اینا همه ایشان هم نوعی زودرس بود. گیلاسی که ما کار کردیم هم در کابل در بادامباغ است و هم در پروان، هرات، بدخشان، کاپیسا، پنجشیر و برخی از ولایت که اقلیم مناسب داره. میوه هایی که در شرایط کنونی بخصوص میوه های زودرس در بازار عرضه میشه، مهمترین ویژگی و مهمترین خصوصیتش ای است که از نظر اقتصادی برای دهقین و باغدارا اهمیت فوق العاده داره. میتونه دهقین و باغدارا عاید خوب داشته باشه. به طور مثال در حال حاضر 1 کیلو گیلاس در بازارهای شهر کابل و سایر ولایت از 250 تا 300 افغانی است. یعنی دهقین و باغدارا میتونه گیلاس خود با بهای خوب و حتی بالاتر از 1500 افغانی در فی سیر در مارکت ها عرضه بکنه که میتونه واقعا یک تغییر اساسی باشه. خب یک مسئله دیگه در رابطه با این است که کیفیت میوه افغانستان بدون شک بسیار کیفیت خوبی داره میوه افغانستان، اما باغداران ما همیشه این مشکل را یاد میکنن که در فصلی که میوه فراوان از داخل افغانستان در بازارها موجود است، اما با این حال هم میوه خارجی وارد میشه و این به نحو بازار میوه های داخل کمی خراب میسازد. چرا در دو فصل موضوع است مریم جان؟ یکی خو واقعت ممی است، ما باید اعتراف بکنیم در فصلی که بیشترین میوه های افغانستان پخته میشه یک بخش از میوه های ما فاسد میشه. دلیل ممی است و باغداران هم وقتی که متضرر میشه ما سردخانه های کافی در اختیار نداریم و در این زمان یک در فصلی که تجمع یا کثرت میوه ها در بازارها زیاد است، ما در این زمان میوه هایی داریم که به افغانستان وارد میشه که بازی میتونم و
بازار تا حد تعادلش برهم بزنه. به طور مثال هفته گذشته یک اقدام خوبی که در هرات صورت گرفت، مقام های محلی واردات سبزیجات از کشور همسایه را به هرات منع قرار دادند و این میتونه با توجه به اینکه بیشترین سبزخانه ها و باغچه های خانگی در ولایت هرات ساخته شده، این میتونه باعث خودکفایی تولید سبزیجات در ولایت مربوطه و ولایت های همجوارش شود. وزارت زراعت پلان دارد تا سردخانه های عصری و معیاری را در یک تعداد از ولایت ها به خاطر حفظ و نگهداشت میوه‌جات بسازند. زمانی که ما از نظر سردخانه ها تا حد بتانیم نیازهای سایر فصل ها را برآورده بسازیم، میوه های دهقان خریداری شود، حفظ و نگهداشت شود، بدون شک بازو زمان اقدامات هم صورت میگیره. به طور مثال واردات میوه‌جات، واردات سبزیجات رویش قیودات وضع شود، محدودیت های بیشتر وضع شود و حتی متوقف شود. بازی میتواند هم بهای میوه افغانی را، میوه وطنی ما را که ارگانیک است، طبیعی است، بالا ببره و هم میتونه تاثیر اساسی روی زندگی دهقان داشته باشه. تحقیقات روی میوه های زودرس، افزایش ایجاد باغ‌های میوه هایی که زود برسه به مارکت، اینا میتونه یک تغییر اساسی باشه. به طور مثال من خدمت شما اشاره میکنم، تقریبا دو هفته قبل ما اینجا صحبت هایی که داشتیم، از 1.5 ماه به این سو توت زمینی یک تعداد زیاد از ولایات به بازار عرضه میشه. توت زمینی های زودرس، میوه های زودرس یک تعداد از ولایت ها به بازار عرضه میشه. شفتالویی که ما در ولایت ننگرهار و کنر کار کرده بودیم، تقریبا دو هفته قبل خلاص شد، به بازار عرضه شد و توانست 125 میلیون عاید برای دهقان و باغدارای ولایت ننگرهار داشته باشه. به هر اندازه ای که تحقیقات بیشتر روی میوه های زودرس صورت بگیره، میتونه در تمام فصل ها میوه های مارکت و میوه های بازار تامین شوه و تاثیر فوق العاده از نظر اقتصادی روی دهقان میتونه به جا بگذاره. دقیقا. و یک گزارشی که یک خبری که دیروز از بلخ خواندیم در رابطه با حاصلات شفتالو بود که یک دهقان بیش از 2 میلیون افغانی عاید سالانه شده بود. و چند روز پیش هم گیلاس افغانستان سرخط خبرها قرار گرفته بود. میشه در رابطه با گیلاس افغانستان صحبت داشته باشیم که آیا صادرات داریم با کشور؟ اتفاقا همین دو موضوع که شما اشاره کردین، دلیلی که همین دهقان ما بیشتر عاید داره شفتالو همون نوش زودرس است. اگر شفتالو که 1.5 ماه بعد 2 ماه بعد پخته میشه و به بازار عرضه شه، بدون شک او زمان به کیلو زیاد میباشه، به سر 100 افغانی به فروش نمیرسه. در حالی که در حال حاضر 1 کیلو شفتالو بین 100 تا 150 افغانی است، یعنی فوق العاده عاید برای دهقان داره نسبت به 1-2 ماه آینده یا 1.5 ماه آینده. به همین شکل گیلاس، ما در بادامباغ که یک فارم تحقیقی است 26 نوع گیلاس داریم. گیلاس های زودرس است، گیلاس های میان رس است و گیلاس های دیررس است. گیلاس های زودرس از 15 روز قبل پخته شدنش آغاز شده و فعلا به مارکت ها و بازار عرضه میشه. البته به شکل نمونوی است، تحقیقی بر سایر ولایت ها هم این چیز است. گیلاس های میان رس هم دیگه تایی روزهای آینده پخته میشه و دیررس بعد از ماه مبارک رمضان پخته میشه. ممکن وقتی که اما آخرین ورایتی که دیررس است 1 ماه بعد یا 25 روز بعد پخته شد، او با قیمت خوب به بازار عرضه نمیشه. ولی در حال حاضر فوق العاده قیمت ها بالاست. جناب رستمی صاحب، سوال که نزد همشهری های ماستن این هست که با این همه تولیداتی که شما صحبت میکنین و ما هم شاهدش هستیم، باز هم میبینیم که قیمت ها بلند است. چرا قیمت ها پایان نمیه مثلا از میوه؟ اتفاقا وقتی که در شرایط کنونی قیمت ها بلند باشه، عاید خوب دهقان داره. شکایت ها تا سال های گذشته هم همین بوده که سال قبلی همینطور یک مسئله بود که میوه بسیار زیاد ارزان شده بود و باغدارای ما از این بله، وضعیت ناراحت. اتفاقا همیشه نگرانی دهقان ما، باغدارای ما همی است که با قیمت بسیار ناچیز میوه های خود به بازار عرضه میکنه، فراورده های خود به بازار عرضه میکنه. قیمت ها بلند بره اتفاقا به نفع دهقان، به نفع باغدار است، ولی به حدی هم نیست که بلندتر از میوه هایی است که کشورهای خارجی در فصل زمستان وارد میشه. وقتی که یک هموطن ما در فصل زمستان یا در یا اگر مثال بتیم سه ماه پیش 1 کیلو میوه را به طور مثال 1 کیلو سیب می خرید به 200-250 افغانی
وقتی که در یک ماه آینده یا دو ماه آینده سیب افغانی یا سیب وطنی ما به بازار عرضه میشه، کیلوی 50 روپیه یا 60 روپیه به فروش میرسه، خب باید ما از استقبال بکنیم. این باعث میشه که هم تولیدات داخلی ما حمایت شوه و تغییر اساسی روی وضعیت دیاقین ما به جا بگذاره. آقای رستمی، از بازارهای فروش بگویید در خارج از افغانستان نسبت به سالهای قبل چقدر کار روی از این صورت گرفته تا ما بتونیم که بازارهای بیرونی را بگیریم؟ البته در بخش میوه های تازه افغانستان، انار در این زمان، سیب، انگور و برخی از میوه های تازه دیگری است که ما صادرات هم داریم به کشورهای مختلف. به طور مثال سال گذشته و امسال هم ما مطمئن هستیم که بیشتر میشه از طریق دهلیز هوایی که بین افغانستان و هندوستان ایجاد شد. ما بیشتر، یکی از بیشترین صادراتی که از طریق دهلیز هوایی داشتیم میوه های تازه افغانستان از جمله انار و انگور قندهار و سایر ولایت ها بود. به این لحاظ یک بخش زیادی از میوه های تازه افغانستان مارکتش بازارهای پاکستان است و با توجه به این که هر از گاهی در فصل میوه‌جات مشکلاتی از سوی کشور همسایه ما خلق میشه، ولی امسال تلاش ها صورت گرفته تا از این مشکلات جلوگیری شه. ولی به هر حال باز هم ما متعقن نیستیم، هرچند تفاهمات صورت گرفته، ولی ما امیدوار هستیم که بتانیم امسال همی چالش ها برطرف شه و صادر کنندگان ما، تجارای ما بدون کدام چالش میوه را صادر بکنه. 80% صادرات میوه های تازه افغانستان به پاکستان است، یعنی بیشترین میوه‌جات ما به پاکستان صادر میشه. دقیقاً. اگر برگردیم به فرا و از افزایش تربوز در فرا صحبت بکنیم که چند روز پیش هم بحثی هم داشتیم در رابطه با همین موضوع، و کشاورزانی که در فرا بودن نگرانیشان ای بود که تا حال حکومت افغانستان، وزارت زراعت افغانستان در عرصه بازاریابی کاری نکرده. آیا به خاطر بازاریابی بازار کارهای هم روی دست داره؟ البته در بخش بازاریابی اداراتی هم است که در راستا کار میکنند. تا فعلا قناعت بخش است، بازار خوبی برای تولیدات بخصوص تربوز ولایت فرا هم در داخل شهر کابل و هم برای سایر ولایت ها وجود داره و با نسبت به سالهای گذشته با قیمت خوبی به فروش میرسه و اتفاقا مشتری بیشتری هم داره. بحث تنها این سال از تربوز ولایت فرا نیست، بادنجان رومی فرا، بادرنگ فرا و سایر سبزیجات بازارها و مارکت های داخل شهر کابل و سایر مارکت ها را پر ساخته و اتفاقا امسال فرا از جمله ولایت هایی است که در یک تعداد از بخش ها بیشترین تولیدات داره و نسبت به سال های گذشته تولیدات در ولایت افزایش یافته و دیاقین هم میتونه نسبت به سال خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب اکبر رستمی، بسیار خوش آمدید. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم، وقت خوب و خوش براتون میخوایم، خدا نگهدار، تا دیدار بعد، بدرود.